سلام، وقت همگی به خیر و شادی باشه. توی این آموزش میخوایم توی دو تا بخش با هم دیگه یه سبد کنفی با کفی کنفی ببافیم و بعدم براش یه دونه در ببافیم. برای این سبد من از نخ کنفی 2 میل استفاده کردم که دولاش کردم، یه دونه قلاب 4.5، یه دونه تناب کنفی 6 میل که شما از 8 میل هم به جاش میتونین استفاده کنین. یه دونه مارکر دارم، یه دونه قیچی، یه چند تا سنجاق تگرد و گیره کاغذ هم اگه داشته باشین برای مراحل بعدی به کارمون میاد. اول از همه تنابو به این شکل آمادش میکنم برای کار و بعد توی مرحله بعدی یه دونه حلقه جادویی میزنم. داخل حلقه جادویی من 10 تا دونه پای کوتاه لازم دارم. نخ دنباله رو میکشم که حلقه کاملا بسته بشه. و بعد این بافت رو به صورت مار پیچ ادامه میدم. یعنی من سر و ته رجا رو به هم دیگه وصل نمی کنم. مستقیم میخوام برم توی اولین دونه. یه دونه پایه نیمه اینطوری میبافم. نخ دنباله رو نگه میدارم، تنابم میذارم روی نخ بافتم و اینطوری تناب رو وارد بافت میکنم. توی همون دونه یه دونه دیگه پای کوتاه میبافم و بعد میرم سراغ دونه بعدی. توی اون دونم 2 تا پای کوتاه میبافم و به همین شکل شروع میکنم توی هر دونه 2 تا پای کوتاه بافتن. به این کار میگن اضافه کردن. یعنی توی هر پایه 2 تا پای کوتاه میبافم. به این شکل وقتی که این رج به آخر میرسه، از 10 تا دونه‌ای که کارو باهاش شروع کرده بودم، توی این رج 20 تا دونه خواهم داشت. اینم آخرین دونه من و بعد مستقیم میرم سر وقت رج بعدی. خب اینو میشمارم و من باید 20 دونه داشته باشم. من 20 دونه دارم و من درست بافتم. خب توی رج بعدی من میخوام 1 در میون اضافه کنم. یعنی دونه اولو میبافم، یه دونه مارکر میذارم که بدونم اولین دونه من کجاست و رج از کجا شروع میشه. توی خونه بعدی من میخوام اضافه کنم. یعنی تو خونه بعدی 2 تا پای کوتاه میبافم. دوباره توی خونه بعدی 1 دونه پای کوتاه میبافم. توی خونه بعدی دوباره 2 تا پای کوتاه میبافم. اصطلاحاً 1 در میون دارم اضافه میکنم. بچه من از یک گیره کاغذ استفاده میکنم که این تناب و سر جاش نگه دارم و دایره صاف در بیاد. توی این رج همین روال رو ادامه میدم. 1 در میون توی تمام خونه ها اضافه میکنم تا رج به آخر برسه. به آخر رج که رسیدم مستقیم میرم رج بعدی رو شروع کنم. رج بعدی رجیه که من باید 2 تا در میون اضافه کنم.
منتها من اگر که دوتا الان ببینیم من یه دونه بافتم تو خونه بعدی اضافه میکنم، یه دونه دیگه که باید میبافتم، یعنی باید دوتا میبافتم بعد اضافه میکردم و میذارم برای آخر رج، ولی بعدی رو دیگه دوتا میبافم. مارکر رو بذارم که یادم نره. دوتا بافتم، دوتا تکی بعد اضافه میکنم، دوباره دوتا تکی میبافم، بعد اضافه میکنم. این روال تا آخر رج ادامه میدم، همینجوری دوتا در میون اضافه میکنم. فقط دونه اول کارو اول یه دونه میبافم بعد اضافه میکنم، یه دونش میمونه برای آخر رج. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام این دونه هایی که اضافه کردم روی سر همدیگه نیفتن. ببینین دونه ها روی سر هم نیفتاده، اگه روی سر هم بیفته دایره ما فرم دایره پیدا نمیکنه، فرم ده ضلعی پیدا میکنه. رج که به آخرش رسید، ببینین توی این دونه من اضافه کردم، توی دونه بعدی باید یه تکی ببافم. این تکی که اینجا بافتم با اون تکی که اول کار بافته بودم شدن دوتا، یعنی تمام این رج دوتا در میون در اومده. خب رج بعدی رجیه که من میخوام ستا در میون اضافه کنم. یه دونه بافتم، مارکر رو میذارم که اولین دونه رو گم نکنم، دوتای دیگه هم میبافم، این دوتا، اینم ستا. خب ستا دونه تکی بافتم و بعد اضافه میکنم. دوباره سه تا تکی می بافم، و بعد اضافه می کنم و این روالو تا آخر رج ادامه می دم. همینطور سه تا در میون اضافه می کنم. اگر درست بافته باشم دونه آخر دونه یه که اضافه کردم. خب رج بعدی رج 4 تا در میونه، یعنی 4 تا باید ببافم بعد اضافه کنم، منتها به خاطر اینکه دونه ها رو سر هم نیفته دوباره من تو دونه اول دوتا میبافم، توی سری اول دوتا میبافم بعد اضافه میکنم، و بعد از دونه بعدی دوباره میشه 4 تا در میون، یعنی 4 تا میبافم بعد اضافه میکنم، 3 4 و اضافه می کنم به این حالت، و دیگه بعد از این همینطوری 4 تا در میون می بافم. 1 2 3 4 تا و بعد اضافه می کنم. این روالو همینطوری تا آخر رج 4 تا در میون ادامه میدم به همین شکل، و اگر که درست بافته باشم وقتی به آخر میرسم توی این خونه که اضافه کردم دوتا بافتم، دوتا دونه دیگه برام باید باقی مونده باشه که با اون دوتا دونهی که اول کار بافته بودیم با هم دیگه بشن 4 تا، یعنی توی تمام رج روال 4 تا در میون برقرار بوده.
خب رج بعدی رجیه که من 5 تا در میون میخوام اضافه کنم. یعنی 5 تا دونه باید ببافم توی رجای فرد، رجایی که 3 تا اضافه 3 تا در میون بود، 5 تا در میون، 7 تا در میون، درست میبافیم. یعنی همون 5 تا رو، 7 تا رو، 9 تا رو، اون تعداد رو میبافیم، بعد اضافه میکنیم. ولی توی رجای زوج فقط توی دونه اولی نصفیش رو میبافیم، بعد اضافه میکنیم. وقتی به آخر رج رسیدیم اون نصفه دیگرش رو میبافیم و این تمام کاریه که برای بافتن یک دایره کامل اضافه میکنیم. این همین رج 5 تا در میون، همین روال رو تا آخر کار میریم. بچه برای بافتن دیواره سبد من 2 تا روش بهتون پیشنهاد میدم. روش اول روشیه که ما ببینین دایره رو به اندازه دلخواهتون میبافین و بعدش تنها با این شکلی میبرین رو به طرف داخل کار. من میخوام یک مرز درست کنم بین کفی و دیواره. برای اینکه این مرز رو ببافم من میام اون، ببینین این گندمی بالا رو در نظر بگیرین، من اون دونه عقب گندمیه رو میگیرم، نخ عقبی رو با اون لوپ پشتی کار، این دوتا رو میگیرم و شروع میکنم بافتن بدون اضافه کردن. دیگه توی این رج اضافه نمیکنم. دونه عقبی، نخ عقبی گندمی به علاوه لوپ پشتی بافتو توی این دوتا نخ انجام میدم و این داره مرز بین کفی و دیواره رو برای ما تشکیل میده. و همینطور به بافتن ادامه میدیم و مواظب هستیم که طناب ما بره در واقع روی کفی قرار بگیره. ببینین یکم فرم پیدا کرد و دیگه همینطوری به بافتن به صورت مارپیچی ادامه میدم تا به اندازه دلخواه دیوارم برسم. بچه مراقبت میکنم که این طناب دقیقا روی طناب رج قبلی قرار گرفته باشه. اگه بیرون زدگی داشته باشه یا تو رفتگی داشته باشه توی بافت دقیقا خودشو نشون میده. همینطوری طناب روی طناب رج قبلی میذارم و میبافم. توی متد بعدی بهتون نشون میدم که چطوری این طناب رو دقیقا روی طناب رج قبلی نگه داریم. توی متد بعدی، متد شماره 2، اینجایی که طناب رو وارد کار کرده بودیم اول کار، به آخر کار، به آخر رج که رسیدم، همینجا طناب رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و طناب رو در واقع از بافت میذارم کنار. خب من دیگه شروع میکنم توی این دونه هایی که در پیش پای کوتاه بافتن، دیگه این چند تا دونه آخر نیازی نیست اضافه کنم، اضافه نمی کنم و رج رو این شکلی تمامش میکنم. یعنی کفی رو تمام میکنم. بچه با همین متد میتونین زیر بشقابی هم ببافین. یعنی دقیقا یه دایره همین شکلی در بیارین توی سایز 30-32 سانت با قطر در واقع 32 سانت، تبدیل میشه به یک زیر بشقابی براتون. خب طناب رو کامل بافتم، یکی دو تا دونم بدون طناب میبافم و به یه همچین شکلی میرسم. خب حالا طناب رو قیچیش میکنم و به این حالت یه دونه رها میکنم. توی دونه بعدی نخو از زیرش رد میکنم
و برش میگردونم به وسط آخرین پایه. به این حالت کفیمون که آماده شد میریم که دیواره ها رو روش ببافیم. شبیه اون متد قبلی که بهتون گفتم، قلاب رو از نخ عقبی گندمی و لوپ عقبی گندمی رو با هم دیگه میگیرم، نخ رو میکشم بیرون. حالا همون تنابی که به اون فرم ستایی کات کرده بودیم و میذارم توی بافت و شروع میکنم بافتن. بچه ها متد قبلی متد تر و تمیزتریه، ولی مشروطه به این که شما به اندازه کافی تجربه داشته باشین و بتونین این تنابو که به حالت صاف کفی رو داشتیم میبافتیم اونو تبدیل کنیم به دیواره. یک کمی مهارت بیشتری لازم داره، ولی متد خیلی خیلی خوبیه. من اون یکی رو بیشتر بهتون پیشنهاد میدم تا این متدو. این متد شاید برای اول کار یکمی دیواره ها راحت تر فرم بگیرن. خب میبینید که اون مرز داره تشکیل میشه و به همین صورت من به پای کوتاه زدن ادامه میدم شبیه اون متد قبلی و دیگه بقیهشون فرقی با هم دیگه نداره. همینطوری به بافتن ادامه میدم. این رجو شل نبافینش، سفتم نبافینش، ولی شلم نبافین. ببینین تنابو دقیقا روی رج قبلی باید نگه دارم. نخای دنبالرم میبینین همین الان دارم توی بافت پنهانشون میکنم. تنابو من با دستم در واقع روی دایره نگه میدارم، اجازه نمیدم از دایره بیاد بیرون، به خاطر اینکه اونجوری کفی، یعنی در واقع دیواره حالت بیرون زدگی پیدا میکنه. تنم با دستم محکم اون بالا به حالت عمودی نگه داشتم. بچه مهمترین بخش بافتن سبدا همینه که این قسمت رو بتونین درست در بیارین. اگر که اینجا دیوار فرم پیدا کنه و درست بافته بشه، بقیه دیواره قرار همش روی این رج بنا بشه دیگه. بنابراین این دیواره باید همینجا فرم پیدا کنه و اینجا باید صاف بافته شده باشه. بنابراین برای این رج وقت بذارین و خیلی با آرامش و با حوصله ببافینش که قشنگ تمام دیواره های سبدتون قرار روی پی که الان دارین میریزین بنا بشه. همینطوری با حوصله مراقب هستین که این تناب حالت بیرون زدگی پیدا نکنه و تمام رج رو به همین شکل تا آخرش میبافیم. میبینین که داره کم کم فرم پیدا میکنه، یک همچین حالتی در میاد رج اول. خب برای رج بعدی دیگه تناب میخواد بره روی تناب. بچه من اولین دونه رج بعدی و داخل اولین دونه رج قبلی میبافم. این اون دونه اول رج قبلی رو پوشش میده و دیگه بعد از این شروع میکنم به حالت مارپیچی، همینطوری یک به یک دونه ها رو بافتن. تناب این رج کاملا باید روی تناب رج قبلی قرار گرفته باشه، نه از تناب رج قبلی بیرون زده باشه نه داخل رفته باشه. این دوتا رج، رجای خیلی خیلی مهم سبد ما هن که تعیین میکنن دیواره ما آیا صافه یا اینکه داره در واقع دفرم بالا میره.
خب حالا میخوام چند تا روش بهتون بگم که باعث میشه که این طناب دقیقا روی طناب رج قبلی فیکس بشه. یکیش استفاده از سنجاق تگرد. میتونین طناب رو دقیقا روی طناب رج قبلی فیکس کنین و شروع کنین بافتن که در واقع دیواره های سبدتون بالا بیرون زدگی و تو رفتگی پیدا نکنه. به این حالت به سوزنم که رسیدین، سوزنم میبرین جلوتر و به بافتنتون ادامه میدین. و یا یه کار دیگه ای که میتونین بکنین، ببینین اینم خیلی مهمه که دست بکشین و دونه ها رو سر جاشون قرار بدین. یا یه کار دیگه ای که میتونین بکنین اینه که با گیره کاغذ یا با این گیره هایی که لباس رو روی بند پهن میکنین، همینطوری طناب روی طناب رج قبلی فیکس کنین که حرکت نکنه. و یا اگر که تجربتون بیشتره و مهارت بیشتری دارین، میتونین موقع بافتن دقیقا با دقت، موقعی که دارین در واقع دونه رو کامل میکنین، طناب رو با حوصله روی رج قبلی فیکس کنین که درست در بیاد. از همه این روش ها برای بافتن میتونین استفاده کنین و یه دیواره صاف تشکیل بدین. ولی در نهایت هر چند تا رجی که بافتین و پیش رفتین، یه بار اینو اندازش بگیرین، قطر دایرتون رو با متر اندازه بگیرین و مراقب باشین که قطر کم و زیاد نشده باشه. و یا میتونین دیواره سبدتون رو به یه دیوار یا یه جای صاف تکیه بدین و ببینین که دیوارتون آیا صاف پیش رفته یا نه. بچه من دیگه به این ارتفاع میخوام سبدم رو تمام کنم. نگاه میکنم ببینم طناب از کجا وارد رج شده بود، تا همونجا طناب رو شروع میکنم کات کردن، به سه قسمت تقسیمش میکنم شبیه رجای قبلی و بعد شروع میکنم کارو تمام کردن. ببینین از پایین نگاه کنین، اون جایی که طناب وارد کار شده و کم کم ضخیم شده، طناب من از بالا داره کم کم نازک میشه. تا به اون حد و حدودی که طناب دیگه کامل شده میرسه، از بالا طناب من دیگه باید تمام شده باشه. خب من طناب رو تمام کردم، یکی دو تا دونه دیگه هم بدون طناب میبافم و رج رو تمومش میکنم. آخرین رجم شروع میکنم یه ردیف بست به این حالت، روی رج قبلی یه ردیف بست میبافم. این بستا هم یک لبه تزئینیه برای کار من، هم لبه کار منو محکم نگه میداره. بچه رج این بستا رو باید شبیه بافتتون بزنین، یعنی سفتر و یا شلتر نزنین. رج که تمام شد، ببینین یه دونه مونده به آخری. من اینجا رج رو شروع کردم، یه دونه مونده به آخری. نخو قیچی میکنم، نخو میکشم بیرون، بعد اینو از زیر اولین بستی که زده بودم نخو رد میکنم، برش میگردونم به وسط آخرین بستم.
یکم با دست فرمش میدم و سبد کامل شد. ببینین که آغاز و پایان کار چه شکلی در میاد. دیواره ها و کفی، لبه کار و کار تمام میشه. خب اگر که دوست داشته باشین از آموزش‌های قبلی من میتونین استفاده کنین و برای سبدتون دسته درست کنین، و یا اینکه میتونین ادامه ویدئو رو توی پارت دوم ببینین و برای سبدتون در ببافین. اگر این ویدئو رو دوست داشتین، این ویدئو رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و من شما رو در ویدئوی بعدی میبینم. خدا حافظ.